सारा तो पे یارش عالی، دوست بیست، ورزش کردنت یعنی عالی. آفرین قهرمان، باریکلا. آفرین، باریکلا پسر قشنگم. خیلی ممنون خانم سلمان، من تلاشم رو کردم. شما عالی هستی. این تیپی هم که زده بودی یعنی من خیلی خیلی ارادت دارم آقای کیارش به این تیپ شما. خوشتی؟ ممنون عزیز دلم، مرسی. از مامانم تشکر کن. خب پسرای قشنگم، اگه یادتون باشه سه شنبه ها من یک نفر رو برای کسی که خیلی خوب روانخوانی رو تمرین کرده الکی همینجوری روان نمیخونه، یکی هم برای اینکه خیلی خوب مشقا رو مینویسن یک شنبه ها برای روز مشق، سه شنبه ها برای معرفی روانخوانی. یکی از پسرای من که روانخوانی رو خیلی خیلی خوب میخونه امیر حسینه. امیر حسین تایید صدا و تصویر بده من شما رو ببینم. امیر حسین جان سلام. سلام عزیز دلم، خوبی؟ بچه اول از همه برای امیر حسین همگی دستا بالای دست بزنید که انقدر تلاش میکنه خوب بخونه. آفرین دوستای مهربون، نگاه کن چقدر برای دست میزنن، همه دستاشونو به افتخارت بلند کردن. دیدی؟ همه دارن برای دست میزنن که انقدر خوب میخونی. برای ما یه ذره بخون ببینم چجوری میخونی خانم سلمانی، اینجوری خوب میخونی. امام ما مردی ساده بود، او انسانی دانا با ایمان بود. امروز ستاره به من سه سیب تازه داد. آفرین. نام دبستان ما ایمان است. نادر امین را بوسید، نامه ای به او داد. زمان آمدن به مدرسه است. در مدرسه باز بود. سرانه در مدرسه ایستاده است. امیر حسین. بله. امیر حسین چی کار کردی که تونستی روونتر بخونی؟ چی کار کردی که تونستی روونتر بخونی نسبت به اول سال؟ با این دوتا کتابام که دارم. با این دوتا کتابای مختلف تمرین کردی، درسته؟ هر
روز میخونی امیر حسین؟ هر روز روانخوانی انجام میدی؟ هر روز آره. بچه نگاه کنید، هر روز روانخوانی انجام میده. آفرین امیر حسین، باریکلا، خیلی عالیه روان خوندنه. مرسی عزیز دلم، آفرین. خب بچه اینم از صبحگاه امروزمون. بریم برای حاضر غایب. بچه کتاب ریاضی، ساعت اول ریاضی داریم. تا من حاضر غایب میکنم ریاضی با چینه هاتون پیشتون باشه. آقای محمد یحیی احمدی، مرسی. تاها اسکندری، تاها اسکندری. امیر حافظ اسماعیلی، آفرین. یاسین اشراقی، آفرین. پارسا اسقری، پارتا جان، پارسا اسقری، آفرین. حسین داوودی، آفرین. صدرا زرگرزاد، آفرین. مهراد سربالاوند، محمد مهید شاه محمدی. مهراد جان دیدمت. محمد مهید شاه محمدی، شاه محمدی، آفرین. سورنا جان، سورنا هستی؟ مرسی. امیرعلی فرهانی، محمد مهدی، محمد تا عزیزم هستین. علا عقیقی، علا جان، علا عقیقی، علا رو نمیبینم، علا عقیقی. امیر حسین طباطبایی، آفرین. ایمان قاضی نژاد، ایمان، آفرین. کیان کارگری، کیارش محمدی، حسار معمار نژاد، آفرین، آفرین. کیارش مقدم، مقدم، کیارش مقدم، کیارش مقدم هم نیست. فراز محبوب‌فر، اینترنتش قطع شد. خلیل مویز چی؟ بچه دستا رو بیاریم پایین. دستا همه پایین، دستا همه پایین، دستا همه پایین. کتاب ریاضی صفحه ای رو که میگم همه باز کنن. کتاب ریاضی صفحه ای رو که میگم همه باز کنن. بچه ها فراز برو بیرون، دوباره بیا. بچه دستا پایین بعد حاضر غایب، بعد حاضر غایب دستا پایین، که من فکر نکنم کسی سوال داره. مهراد جان صبر کن عزیزم. این صفحه، بچه این صفحه، مهراد سوال داری؟ صفحه 68 کتاب ریاضی رو باید باز کنی. مهراد، مهراد سربالاوند، بچه ها صفحه 68 کتاب ریاضی رو همه باز کنن. خانوم این بله، شما تایید صدا نداری؟ من الان صداتون رو نمیشنوم. من صدا دارم، صدای منو نداری؟ نه نیست اصلا. خب برو دوباره برگرد، برو دوباره برگرد وقتی صدا نداری. چشم، میرم برگردم. برو سری برگرد، آفرین، برو سری برگرد. خب بچه ها صفحه 68 کتاب ریاضی رو همه باز کنن. قسمت شطرنجیشو روز یک شنبه رفته بودیم. بچه اینجا با ابزار کار کن. این پروانه رو خودش برامون انجام داده. چطوری باید با ابزار کار کنیم؟ دقت کنیم. بچه اینجا رو ببینید، یه قلبه، درسته؟ گفته که شما باید به وسیله خطکش، به وسیله خطکش،
روز اول گفتیم خطکش یکی از ابزارهایی که ما داریم توی ریاضی به ما خیلی کمک میکنه، مخصوصا توی کشیدن خط تقارن. گفته به وسیله خطکش خطکش رو بذارین روی این قلبه و خط تقارنش رو بکشین. خط تقارن چی بود؟ بذاری از یه نفر بپرسم ببینم خط تقارن چی بود؟ اسماعیلی تایید صدا بزن و تایید تصویر. امیر حافظ به من بگو خط تقارن به چی میگفتیم؟ به چه خطی میگفتیم خط تقارن؟ سلام. سلام عزیز دلم. به چی میگفتیم خط تقارن؟ به کسی، به خطی که به شکلا خط تقارن. بله. خط تقارن یه خطیه که بین شکلا دو شکل مساویشون میکنه. خط تقارن، آفرین، خوب گفتی. خط تقارن فقط باید بین شکلا خطیه که این خطیه که وسط شکلا کشیده میشه، اونا رو به دو قسمت مساوی تقسیم میکنه. به دو قسمت مساوی تقسیم میکنه. حالا خطکش تو بیار. بچه اینجا رو نگاه کنید، همه نگاه کنن. من باید خطکش رو طوری بذارم که وسط این قلبه بیفته، بعد با مداد خط تقارنشو بکشم. نگاه کنید خطکش من چجوری گذاشتم. با یه دستم خطکشو نگه داشتم، نگاه کنید، با یه دستم خطکشو گذاشتم وسط قلب، نگهش داشتم و خط تقارنشو کشیدم. شما الان خط تقارن قلبه رو بکش من ببینم. من ببینم چجوری لپتاپ و طوری بذار که من ببینم چجوری از خطکش استفاده میکنی. خط تقارنش رو از بالا به پایین بکش که قلبه رو دو نصف کنی، دو قسمت کنی. کاش با مداد مشق بکشی که اگه اشتباه کشیدی بتونی پاکش کنی. بکش عزیزم ببینم. بچه ها نگاه کنید، با یه دستش خطکش رو نگه میداره، با یه دست دیگهش میخواد بکشه. بکش ببینم. آها باریکلا. بلندو من ببینم. بلندش رو من ببینم چجوری کشیدی. آفرین، چقدر مرتب کشیدی باریکلا. حالا این قلبه رو خوشگل برای من رنگ کن. قلبه رو خوشگل رنگ کن ببینم. بریم سراغ نفر بعد. آقای محمد یاسین. محمد یاسین تایید صدا و تصویر بده پسر قشنگم. محمد یاسین تایید صدا و تصویر. سلام علیکم. صبح شما بخیر. صبح شما هم بخیر. محمد یاسین با خطکش اون فلشه، برای اون فلشه خط تقارن بکش. من ببینم چجوری از خطکش استفاده میکنی. سلام صبحتون بخیر. یاسه الان کشید اینو. کشید؟ همه رو کشیدی؟ خب یه ذره صبر کن من ببینم چجوری با خطکش استفاده میکنی. یاسه بذار پاکش کنم بکشم. نه به من اشکال نداره، به من بگو که خط تقارن به چه خطی میگن. میگه خط تقارن به چه خطی میگن؟ به خطی که خط تقارن. نه به چه خطی میگن؟ به چی میگن خط تقارن؟ مثلا یه خط وسط بشه، مثلا یه طلا رنگی باشه، مثلا اواسط بشه، مثلا این خط تقارن کشیده شده. این شکل هم نیست.
میگیم خط تقارن خطیه که وسط شکلا کشیده میشه که اونا رو به دو قسمت مساوی تقسیم کنه. الان شما برای فلش خط تقارن کشیدی، اونا رو به دو قسمت مساوی تقسیم کرده. حالا رنگشون کن. مرسی. نفر بعد آقای محمد مهدی و محمد طه، تایید صدا تصویر بزنید من ببینمتون. محمد مهدی، محمد طه. سلام. سلام. صبحتون بخیر. صبحتون بخیر. خب اون فلوسه رو برای من خط تقارنش رو بکش. من الان کشیدم. کدومه رو نکشیدی؟ همه رو کشیدم. خب باید صبر کنید که خانم ببینه چجوری باید بکشید. بلند کن. من جدوله رو پلن نه، فقط بلند کن ببینم من چجوری حل کردیم. بیار نزدیک. فقط لپتاپت هم جوری بذار، من فقط دارم تخت خونت رو میبینم. مامان پیشت نیست؟ محمد مهدی؟ هست. بگو لپتاپ رو جوری بذاره من صورت شما رو ببینم. آها. خب الان نشون بده خط تقارن رو. بذار اینجا. آفرین آفرین. باید با خطش نگه داری و خط تقارن رو بکشی. به من بگو خط تقارن به چه خط میگن؟ این قاب باید مثلا یه قاب هسته، باید وسط بعد نصفش کنی، اون میشه خط تقارن. کشیده میشه شکلا رو به دو قسمت تقسیم میکنه. درسته؟ درسته. خب حالا بگو محمد طه بیاد جلو اون سراغ جدول. این جدول رو میبینی رو لپتاپ محمد طه؟ از رو لپتاپ خانم بگو بشین. من جدول رو میبینی؟ خب الان من میخوام با من حل میکنم. من ازت بپرسم درست میگی یا نه؟ الان ردیف اول این جدول ردیف اول اینو بخون. خانم سلام، خسته نباشید. مرسی. بذاریم ردیف ها رو خودش بذاریم ردیف با گفتن من. بایا والا ردیف اول از بالا. خانم میگه ردیف اول رو برام بخون. از بالا عددشو بخون. دو. خب دو. از اول بگه خانم سلمانی. خیلی صداش ضعیفه. بگو از اول بگو تا دو پنج. بلند بگو. پنج. خب سریع. شیش. الان شیش نیست که. کجا رو داری میخونی؟ چهار. خانم سلمانی کامل ردیف رو گفت. چه مربع اول رو بگه؟ یک و دو انداخت. یک و نگفت. مربع اولو بگید. نه. چرا؟ اینجایی که من خط آبی کشیدم. ردیف اول به اینجا میگم. شما باید ردیف اول نگاه کنید. ردیف اولو؟ بله ردیف اولو. کامل ردیف اولو یه بار دیگه. بخون ماما یه بار دیگه. دو. پنج. یک. شیش.
شیش سه سه چهار چهار سب کن شما جای این خالی بایتا شما جای این خالیه عدم شیش رو گذاشتی چرا اینجا عدم شیش رو گذاشتی؟ چرا اینجا عدم شیش رو گذاشتی؟ خانم میگه چرا اینجا شیش گذاشتی؟ اشتباهه نه درسته میخواد دلیلشو بدونه خانومتون اشتباهه؟ نه درسته نه عزیز دلم درسته چرا شیش گذاشتی؟ نه من بگو من یاد بگیرم چون شیش چرا دلیل چی بود شیش گذاشتی؟ اینجا چرا شیش اومد؟ آره دلیل شیش خب دیگه بلند بگو بلند بگو بلند صحبت کن دلیلش بود که سه بود خب دیگه چی سه بود؟ سه بود. دلیل اینکه اینجا شیش گذاشتی تمام عددها رو داشتی این یه دوان آفرین دلیل اینکه که به ردیف نگاه میکنیم تا حاجان من همیشه کار رو میکنم آفرین باری کلا همه عددها رو داره تقشت میکنم نداره یه کار دیگر میتونیم بکنیم بایی به این مربع کسیتا نگاه من میان میکشم بذار بدم به مامانم میدم آفرین بیاییم به این مربع کوچیکا نگاه کنیم این مربع کوچیکا تو آپارتمان کوچیکا تو پرز برد کوچیکا همه عدادا فهمیدید محمد تاها جا خالی جواب دادید آره بگو بله بله خانم سلمان دوست عزیز دلم بذاریم بریم سراغ نفر بعد آقای شاه محمدی تایید صدا تایید تصویر محمد محیط جان تایید صدا و تصویر میزنی عزیزم سلام سلام عزیز دلم صبحت بخیر صبح شما بخیر مرسی خب اینجا این جدول رو ما میخواییم انجام بدیم خب بله جدول رو ما میخواییم انجام بدیم الان ردیف دوم رو شما برا من بخون ببینم ردیف دوم جدول سمت چپی رو کلن برا من بخون بوله خیلی ها شما ردیف دوم رو بخون خب دو نه اینجا ما رو از اینجا چهار خب نه اینجا رو خانم میگه این موسط قرمزه رو نمیگه خانم حالا اینو میگه این رو خب از کتابت نگاه کن از کتاب نگاه کن ردیف دوم از تو کتابت پیدا کن من ببینم چجوری پیدا میکنی مامان لپتاپ رو میگیرین خودت ببینم چجوری پیدا میکنی سمت چپ جدول سمت چپ رو بهم نشون بده با دست بده آفرین ردیف دومش رو برای من بخون بخون دیگه همون دیگه میگی سه چهار شیش خام سرمان نوشته آقا حلش کرده اشکال نداره بخونه بخون برو جلو همینجا بخون بعد شیش همینجا برو جلو دیگه مامان بعد شیش اینو برو ردیفی برو من یک آفرین توی این خونه خالیه چی گذاشتی؟ تو اینجا چی گذاشته خانم توی این خونه خالیه بلند هست چرا شیش گذاشتی اینجا شیش گذاشتی به چه دلیلی شیش گذاشتی اگر بذاری مساوی میشه مساوی میشه؟ یعنی مصابی. چی؟ اون یکی کلمه که یعنی تکراری میشه ما نباید عدد تکراری نباید بذاریم درسته؟ بله خب حالا ردیف بعدی خونه خالی ردیف بعدی چی باید بذاریم اینجا؟ این خونه خالی چی باید بذاریم؟ ببین اینجا که خانم سبز کشیده دورش اینجا باید چی بذاریم؟ نگاه کن به کتابت چی نوشته بودی؟ اینجا رو خانم نوشته چهار
چهار. چرا من اینجا باید چهار بذارم؟ اگر دو چرا چهار گذاشتی؟ چرا باید چهار بذارم؟ اگر پنج بذاریم تکراری میشه. خب اگه دو هم بذارم تکراری میشه، اگه یک هم بذارم تکراری میشه، اگه شیش هم بذارم تکراری میشه. باید بگی توی این ردیف همه عددا بود، فقط چهار نبود. اگه غیر از چهار بذارم تکراری میشه. ما توی جدول مربعای شکل رفتنگی تکراری نداریم. آفرین، تکراری نداریم. مرسی محمد مهید. نفر بعد آقای کیان کارگری. کیان جان تایید صدا، تایید تصویر. کیان تایید صدا، تایید. سلام عزیز دلم، خوبی؟ بله. بریم برای حل کردن. این ردیف چهارم رو به من بگو ببینم. ردیف چهارم سمت چپ، یعنی اینجاست سمت چپ ردیف چهارم، یعنی اینجا. نه جدول صف کن بهت نشون بدم. ردیف این لپتاپ رو می‌بینی؟ لپتاپ خانومو ببین. سفیده. خب خط چهارم ردیف چهارم اینی که الان فلش کشیدم. از بالا بشمار، بیا ردیف چهارم رو بخون. بخون برای خانم. یه نه اینجا چهارم. از بالا به پایین ردیف چهارم. یک. نه مامان جان، دقت کن، از بالا بشمار ردیف ها رو، بیا پایین. یک دو نه دو سه یک. نه مامان، ردیف و خانم میگه، قربونه دارم، ستون رو نمیگه که. چرا قاطی کردی؟ ردیف اونه که خوابیده است. چهار شیش سه پنج یک دو. چی گذاشتی جایی خالی منم بذارم؟ سه. چرا سه گذاشتی؟ از کجا به این نتیجه رسیدی که سه درسته؟ چون که اینجا سه هیچ وجود نداره توی مربع کنن، سه وجود نداره. بچه ها، کیان این مدلی حل کرده. راه حل کیان این بوده که به این آپارتمان کوچیکه نگاه کرده، درسته؟ بله. خب راه حل کیانم درسته. یا میتونیم به ردیف نگاه کنیم یا به این آپارتمان کوچیکه. حالا ردیف بعدی رو که با قرمز مشخص میکنم برا من بخون ببینم. ردیف بعدیشو بخون. پنج یک دو سه پنج یک دو چهار سه دو شیش. اینجا هم سه گذاشتی. چرا اینجا سه گذاشتی تو این خونه خالیه؟ چون که اینجا بازم سه وجود نداره. بازم سه وجود نداره. خب این ردیف آخرم برا من بگو که من با زرد مشخص کردم. ردیف آخر اول بخون برا من. شیش سه دو یک چهار پنج. خب اینجا من باید چه عددی بذارم؟ دو. باید دو بذارم. آفرین، مرسی عزیز دلم، عالی. آفرین کیان. ممنون. خواهش میکنم. بریم سراغ بعدی. آقای قاضی نژاد، تایید صدا، تایید تصویر. بریم سراغ جدول بعدی. ایمان جان سلام. ایمان سلام. سلام. شما بخیر. بریم سراغ جدول بعدی. جدول این رنگ زرده. خب؟ باشه. آماده ای؟ برای من ردیف اول این جدول رو بخون، ردیفی که با زرد مشخص کردم. ردیف اول این جدول رو بخون ببینم.
از رو کتابت بخون، ما اونجا رو نمیبینی. نه از رو کتابت بخون ردیف اول. دقت کن ردیف رو میگم، ستون رو نمیگم. آ بخون دیگه. یک، چهار، شش، سه، دو، پنج. فقط بلندتر بخون. جای این خالی چی گذاشتی؟ جای این خالی ردیف اول چی گذاشتی؟ شش. چرا شش گذاشتی؟ چون که شش نداره. کجا شش نداره؟ ردیف درسته یا آپارتمان؟ کدوم قانون رو استفاده کردی؟ از کدوم راه حل رفتی؟ آپارتمان. از آپارتمان، راه حل آپارتمان. ردیف دوم رو برای من بخون ببینم. ردیف دوم جایی خونه خالیش من باید چی بذارم؟ ردیف دوم بعد دو تا شیش بذاری. شیش بذارم اینجا یعنی؟ اون موقع ردیفم که شیش داره تکراری میشه. این شیش داره، این هم اینجا هم شیشه. میبینی؟ الان کدوم رو میگن خانم سلمانی؟ ایمان ردیف دومو دارم میگم. ایمان میگه باید شیش بذارم تو خونه خالی ردیف دوم، این که تکراری میشه. ببخشید ببخشید، ما را این یکی جدول رو میخونه. این ما خانم این یکی رو میگه، یه بار دیگه بگو. اینجا جدول زرده، از اولم گفتم زرده. ردیف دوم تو خونه خالی چی باید بذارم؟ نه ردیف دوم، ردیف دوم رو بخون. تو این خونه خالی چی بذارم؟ یک رو باید بذارم. باید یک بذارم. آفرین، مرسی کیان، مرسی ایمان جان. بچه ها یه لحظه همه دقت کنن به من. باید شما بلد باشین جدول بخونید. یعنی وقتی که من تو امتحان میگم که ردیف سوم، باید سریع ردیف سوم رو بشناسید. وقتی به تو میگم ستون دوم، از سمت چپ ستونا رو بشمارین بشناسید. خیلی تمرین کنید جدول خوندن رو. میرم سراغ آقای سورنا شمشکی. سورنا جان، سورنا کجایی؟ تایید صدا و تصویر بزن سورنا. ها دیدمه سورنا. تایید صدا و تصویر بزن. بریم سراغ بعدی. سورنا جان سلام. سورنا یک بار دیگه. سورنا تایید صدا و تصویر بزن. منتظرم. تایید تصویر. عزیزم خوبی؟ بله. بریم سراغ جدول. ردیف سوم جدول زرده رو برام بخون ببینم. ردیف سوم جدول زرده. از بالا به پایین. شیش. آفرین. سه. دقت کن ردیف سوم. سورنا از اول بخون ببینم کجا رو میخونی. ردیف سوم، ردیف سوم جدول زرده. شیش، یک، دو، آها. پنج، سه، چهار. توی خالیه من چی باید بذارم؟ توی خالیه سه. از کدوم راه حل استفاده کردی به جواب رسیدی؟ چون هم تو اون مربع رو قبلا نگاه کردم، دیدم هم تو اون ردیف نیست، هم تو ستونم نبود. آفرین بچه، با ستون و با ردیف به نتیجه رسیده. اگه میخواست به این مربع کوچیک به نتیجه میرسید، چون دو تا خونه خالی داشت سخت بود. درسته سورنا؟ بله. اینجا رو دقت کنید، همه اینجا رو دقت کنن.
این مربع کوچیکه سورنا اگه میخواست از طریق این متوجه بشه سخت بود، چون دو تا خونه خالی داشت. اومد از ردیف به نتیجه رسید، دید توی ردیف عدد 3 رو نداره. ردیف بعدی رو برای من بخون ببینم. 5 3 4 2 6 1 1. آها درسته. ردیف بعدی رو برای من بخون ببینم. ردیف بعدی خالی 6 1 4 5 2 و جای خالی هم 3. جای خالی 3. این 3 رو از کجا فهمیدیم؟ از ستون از ردیف کمک گرفتم، چون دیدم اون خونه خالیه، تصمیم گرفتم از ستون و ردیف استفاده کنم. آفرین بچه، نگاه کنید چی میگه. میگه اینجا هم باز این مربعه، باز این آپارتمان کوچولوئه، دو تا خونه خالی داره. دو تا خونه خالی داره آپارتمان کوچولوئه. به خاطر همین هم از ردیف کمک گرفته، هم از ستون کمک گرفته. خب ردیف آخر برای من بگو ببینم. ردیف آخرم بگو. 4 5 6 1 3. جای خالی بذارم. جای خالی چی بذارم؟ 2 2. آفرین آفرین پسر قشنگم. جای خالی 2 گذاشتم. خوبی عزیز داده. عالی سرانا. خب همه بچه ها همه دقت کنن. همه بچه ها لطفاً دقت داشته باشن. میریم سراغ صفحه بعد. صفحه بعد عدد 7. عدد 7. باید بچه ها مدل های مختلف دستاتون رو 7 تا نشونم بدین. مدل های مختلف. مدل های مختلف دستاتون رو عدد 7 نشونم بدین. با مدل های مختلف. مثلا یک دست و چپ و راستتون رو چیز کنین. چپ و راستتون رو جا به جا کنین. مدل های مختلف. بریم سراغ صفحه بعدی. صفحه بعدی که عدد 7 رو میخواد بهمون یاد بده. بریم عدد 7 رو با صدرا یاد بگیریم. صدرا تایید صدا و تصویر بزن تا من صفحه‌م رو باز میکنم. عدد 7 تایید صدا و تصویر بزن صدرا جان. سلام. خوبم. خدا رو شد. خب بریم سراغ صفحه که 7 رو میخواییم یاد بگیریم. صفحه که 7 رو میخواییم یاد بگیریم. اول از همه به من بگو سمت چپ چند تا انگوش بازه؟ ردیف اول چند تا؟ 4 تا. سمت راست چند تا بازه؟ 3 تا. شما هم دستتو اینجوری باز کن ببینم. سمت چپ 4 تا باز کن. سمت راست 3 تا. دستتو باز کن. دست سمت چپت رو 4 تا باز کن. سمت راست 3 تا. آفرین. حالا این دایره ها رو میدونی باید که چجوری رنگ کنی؟ 4 تا از دایره ها رو آبی کنی، 3 تا رو سبز کنی. انجام بده بعد به من بگو چند تا میشه با هم دیگه این دایره ها؟ چه؟ دایره ها رو باید 4 تاشو سبز کنی. گردی ها رو 4 تاشو باید آبی کنی، 3 تاشو سبز. به اندازه دست چپت آبی باید رنگ کنی. رنگ رو من ببینم. به اندازه دست چپت آبی. دست چپت چند تاست؟ 4 تا. 4 تا. به اندازه 4 تا آبی کن. میتونی که وقتمون برای رنگ آمیزی نگیره یه خط آبی تو دایره هات بکشی. 4 تا دایره من ببینم 4 تا دایره تو درست انجام میدی؟ به اندازه اون دست چپ فقط یه خط بکش. نه تو دایره به اندازه اون تعداد دست چپ فقط یه خط بکش. دست چپ چند تا دست چپت بازه؟
اینجوری فقط یه خط بکش توش. دست چپ چند تا بازه؟ چند تا بازه دست چپت؟ جواب خانم تو بده. سه تا. دست چپت. دقت کن. دست چپت چند تا بازه؟ چهار تا. خب دست راستت چند تا بازه؟ سه تا. سه تاشو سبز کن. سه تا از دایره ها رو سبز کن. خط بذار همونجوری وقت کلاس گرفته نشه پسرم. بعد خط بذار بعدن رنگ کن. خب چند تا شد با هم دیگه دایره هات؟ دایره هات چند تا شد؟ 6 تا. دقت کن دایره هاتو. 5 تا دایره کنار همه. 2 تا اون برتره. دیدی؟ دایره هاتو نگاه کن. 5 تا کنار همه. به دایره هات توجه کن. چند تا؟ 7 تا. 7 تا. صدرا یه لحظه لپتاپتو طوری کن منو ببینی. نگاه کن یه دستتو چهار تا یه دستتو چهار تا باز کن یه دستتو سه تا. خب کی میره خونه یکی مهمونی؟ اینا میخوان برن خونه همدیگه مهمونی. کی میره خونه یکی مهمونی؟ کی؟ دماغ بلند بگو. میرن دماغ بامی. خب یکی تو بستی و وا کردی، حالا این دوتا رو میاری نزدیک خونه اینا میشه چند تا؟ 7 تا. 7 تا. دایره ها توجه کن، به دایره ها نگاه کن. دایره ها رو نگاه کن. 5 تاش کنار همه مثل انگشتای ما. 2 تاش اون برتره که ما سریع بتونیم بگیم تعداد دایره ها 7 تا. بچه ها همه به این دقت کنن ها. 5 تا دایره ها پیش همه مثل انگشتای ما. این 5 تا دایره پیش همه، دور 5 تا دایره ای که پیش همه خط رو توش من ببینم متوجه شدی؟ این مداده دور 5 تا دایره خط بکش. دور 5 تا دایره خط ببینم. نه یه دونه یه دونه نه دور 5 تا. دور 5 تاش یه و خط بکش. مهم نیست حالا بکش. دور 5 تاش یه و خط بکش. 5 تا دایره رو با هم تو یه خط بزن. آها آفرین. فهمیدی صدرا؟ اینجوری ما سریع میتونیم جواب بدیم وقتی حواسمون به این 5 تا باشه. حالا رنگ‌آمیزیاتو کامل کن پسرم. آفرین. باریکلا. خب بریم سراغ آقای علا عقیقی. علا جان. علا عقیقی. علا که نیست. علا غایبه. آقای پارسا اصغری. پارسا جان تایید صدا بزن و تایید تصویر. پارسا دستتو بلند کن من ببینمت. پارسا اصغری تایید صدا بزن تایید تصویر. سلام. سلام عزیز دلم. ردیف دوم دست رو چپمون چند تا بازه؟ سمت چپیه پنج. خب دست راستیه چند تا بازه؟ دو تا. دو تا. اینا با هم دیگه میشن چند تا؟ 7 تا. 7 تا. حالا از مربع‌ها و چینه‌های روبروش 5 تا رو با هم دیگه رنگ کن. 5 تا رو یهو باید رنگ کنید. بچه یادتونه یادتون داده بودم یهو رنگ کنید تو این صفحه شطرنجی ها. 5 تا سمت چپ رو باید آبی کنی. نه با هم یهو رنگ کن. آبی. دو تا سمت راست رو باید سبز کنی. دو تا سمت راست رو باید سبز کنی. سعی رنگ کن وقت کلاس نفتش. دو تا رو سبز کنم. هفت یه پنج تاست یه دو تاست. همه شکلا داره اینو میگه. هفت یه سه تا پنج تاییه یه سری هم دو تاییه. ببینم. آفرین باریکلا.
بالایی ها رو انجام بده، دایره ها رو انجام بده. باری کلا پارسا، آفرین. امیر حسین طباطبایی، امیر حسین دستتو بلند کن ببینمت. تایید صدا، تایید تصویر. امیر حسین ببینمت. سلام. سلام عزیز دلم، خوبی؟ ردیف سوم دست چپ چند تا انگوش بازه؟ ردیف دوم؟ سوم، ردیفی که مثلث سه گوش. چند تا بازه ردیف سوم سمت چپ؟ چهار تا. یه جا بخوام سلمانی ببینم. چهار تا. انگوش دست چپتو چهار تا باز کن. سمت راست چند تا بازه؟ سه تا. بچه ها نگاه کنید، یه چهار تا با یه سه تا میشه هفت تا. اگه میبندم و وا میکنم دوباره همون پنج و دو خودمون به دست میاد. خب چهار تا با سه تا میشه چند تا؟ هفتا. چهار تا سمت چپ داریم، سه تا سمت راست میشه هفتا. چهار تا سه گوش سمت چپ رو آبی کن، سمت راست رو سبز کن. باشه؟ باشه. انجام دادی؟ آره. یکیشو نخوام سرمان بده. استثناها بوده این دفعه، هنوز انجام نداده. آفری. آفری. الان انجام بده. انجام بده. بچه ها من چون باید عدد هفت رو تموم کنم، یک کوچولو زنگ تفریح بعد از اون بر بیشتر تو زنگ تفریح میدم که بیشتر یهو بیشتر وقت کمتری میبره. سلام فرهاد، من داشتم مثلث رو انجام میدادم. مثلث رو انجام میدادم. میخوام بکشید روی کاغذ بهتون نشون بدم. بله. چقدر خوب. 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 آفرین. بله بچه‌ها، کمک کردید.